یکم این برتر همینجا. سلام، دیر اومدیم ولی خوش اومدید. بچه ها بیاد بالا که دیره. مدیتی، من مشتاقم، اینم که اینجا داره میره کامیله. من و کامیل و فیدل الان اینجا زندگی میکنیم. که این خونه رو قبلا داستانشو میدونن، احتمالا میدونن یلدا و اما هم اینجا بودن. دوست خوب من یلدا که سالها باش زندگی میکنم و این خونه رو با هم انتخاب کردیم. اصلا فقط اینکه من از یلدا اجازه گرفتم که روایتگر جفتمون باشم، چون که همه چیزی که اینجا میبینید، انتخاب و سلیقه ها و رنگ ها، انتخاب مشترک ماه و من به جای اون امروز براتون این خونه رو تور میکنم، بهتون توضیح میدم و قصهشو میگم. فیدل که اینجا دارین میبینید گربه منه، تازه ببخشید ببین میگم فیدل بهش. کامیل که اینجا میبینید گربه منه و با فیدل یه دونه دوست جدید براش آوردم که تنها نباشه، چون قبلا اما پیشش بود، الان اما پیش یلدا زندگی میکنم. بیاید یکم خونه رو بهتون نشون بدم و بگم مثلا چی شد. این خونه توی استانبول منطقه ساریر هستش. ما تقریبا 6 ماه دنبال خونه میگشتیم تو مناطق مختلف و این منطقه رو یه بارم اومدیم دیدیم، خونه خوبی ندیدیم توش. دفعه دوم که اومدیم توی منطقه، اولین خونه‌ای که بهمون نشون دادن اینجا بود و تا پامون رو گذاشتیم توش، رفتیم دم پنجره ها، ویو رو که دیدیم اصلا جفتمون به هم نگاه کردیم، ذوق زده شدیم، گفتیم که این خونه رو میخوایم. بعد هیجانمون انقدر زیاد بود که اون دوستمون که در واقع کار املاک رو برام انجام میداد میگفت انقدر هیجان نشون ندید جلوی صاحبخونه، یعنی الان قیمت رو میبره بالا. حالا اصلا اینجوری شد که به توافق رسیدیم با صاحبخونه، اینجا رو گرفتیم و اینجا این شکلی نبود که میبینید الان. این خونه کلی تغییرات کرده. ما همون اول که وارد شدیم تو ذهنمون یه سری تغییرات اومد که این دیوارا باید حذف بشه و این خونه میتونه به شکلی که الان هست در بیاد. این ویو رو ببینید، اینجا رو ببینید، اینجا این ویوی بودش که دل منو برد، دل البته ما رو بردش اون موقع و این ویو میدونم که دل منو همون لحظه اول برد. این ویو هم که حرف نداره. اون ورم البته بعدم باید بهتون نشون بدم، ویو خیلی قشنگی داره جایی که من کار میکنم. این تیکه رو یه توضیح بهتون بدم که این تیکه از اول هال بود ولی در واقع بسته بود. توی ترکیه فضای حالشون رو به خاطر اینکه انرژی رو سیو کنن دیوار میذارن، در میذارن و ما هم اول گفتیم این دیوار رو باید خراب بشه و اینجا باید یه محیط باز بشه، آشپزخونه باید وصل بشه به حال و این کارم کردیم. وقتی که اومدیم این خونه، من یادمه که یه دونه کانال تلگرام درست کردیم، توش شروع کردیم دیزاینایی که دوست داریم رو فرستادیم، عکس‌ها رو فرستادیم، سعی کنیم یه پالت رنگی براش در بیاریم با همکاری هم. یلدا خیلی سلیقه خوبی داره توی اینجور چیزا و کمک کرد یه پالت رنگی دروردیم و پالت رنگیمون اتفاقا خیلی شبیه طبیعت شد، شد سبز و رنگ چوب و رنگای طبیعی رو ما سعی کردیم انتخاب بکنیم و میبینی که کلیت خونه یا سبز یا چوبه و خب بعضی از رنگا برای برجسته کردن بولد شدنه، مثل فرش قرمز و اون رنگای کوچولویی که هست، ولی در کل گیاها و گلدوناشون یا سفال استفاده شده که رنگ خاکه، اون حس طبیعت رو داره. بیرون هم اینجا رو نگاه میکنی اولین چیزی که میبینی سقفای سفالی ساختمونا هست، جنگل هست و کلن یه هارمونی داره خونه با اون طبیعت بیرون که من خیلی دوستش دارم و راضی هم از اون سلیقه‌ای که توش به کار رفته. خیلی حس طبیعت بهم میده، حس آرامش خوبی میده. این صندلی البته صرفا به خاطر یه تفاوت رنگ بهش دادیم که دوباره اون کنتراست رو داشته باشه، اون زیبایی رو، یعنی همه رنگ‌های پالت نباشه. یه جاهایی ما این کاری کردیم تو فرش، توی البته فرش رو میتونم بگم که قرمز میتونه بخش کوچیکی از اون پالت رنگی اون باشه، چون تو طبیعت هم گلای قرمز یه دفعه اون وسط خودشونو بولد میکنن، ولی این کاملا انتخاب شده که یه تفاوتی داشته باشه با استایل خونه. و خب جاییه که کتاب میخونیم، یعنی نور داره پشتش، نزدیک کتابخونه است، حالت دنجی داره و ویو داره به بیرون، ویو به استخر داره. این استخر هم خیلی قشنگه، صدای ریزش آب میاد ازش وقتی که باز میکنی، صدای مثل آبشار تور داره. تابستون هم که خب خیلی شور و نشاط قشنگی داره. در کل هر تیکه خونه فضاش بر اساس اون کاربری خودمون تعیین شد. مثلا اون اول که اومدیم این دیوارا رو خراب کنیم، من یادمه که همسایه ما اومدش گفتش که خراب نکنید این دیوارا، مثلا
شما بعدا نیاز پیدا میکنید، دستشویی رو پایین خراب کنید، چجوری میخواید برید بالا؟ راستم میگفت، مثلا از بیرون کسی میاد این دستشویی برای مثلا غریبه شاید راحت تر باشه استفادهش تا اینکه بفرستیمش تو اتاق بالا، ولی خب ما به این نتیجه رسیدیم که برای کاربری خودمون خونه رو درست کنیم، یعنی اصلا فراموش کنیم که مهمون یا مثلا کسی که از بیرون میاد نیازش چیه. یه ذره به نظر خودخواهانه میاد، ولی خونه دلنشین تر شد برای خودمون. کم کم شکل گرفت، یعنی اینکه به نظر من هنوزم زمان احتیاج داره، هنوز من دارم دنبال قاب خوب برای اینجا میگردم، چون انقدر که وسواس داشتیم تو این اجرای این خونه این قابه هنوز مثلا پیدا نشده. و این پیانو هم که من میزنم، من ساز میزنم، البته جفتمون ساز میزدیم، حتی ویولونسل یا چلو یلدا هنوز اینجا هستش، فرصت نکرده بیاد ببره. و این کتابا و خیلی از چیزهایی هم که میبینیم مثلا وسایل یلدا هست، ولی خب به خاطر دوستی که داریم اینجا هستش همچنان وسایلش، بعضی موقع بعضیاشو میخواد میاد استفاده میکنه. بعد اصلا یکی از یادگاریایی که من خیلی دوستش دارم این شطرنج هستش که در واقع ما با هم بازی میکردیم، بازیش هم واقعا فوق‌العاده بودش و الان خیلی من دوست دارم اصلا این میز شطرنج و این چوبی که انتخاب کردیم، ولی خب بازیکنی فعلا الان نداشتم که بتونه منو شکست بده. آخرش یلدا بوده، اگه فرصت کنه بیاد دوباره منو شکست بده خوشحال میشم. چیزی که تو این خونه من خیلی دوست دارم اینه که پر گل و گیاهه. مثلا این گل حالا اون موقع که خریدیم 2 سال پیش خیلی کوچیک بود، اینجوری نگاه نکنید، یعنی در الان تو نمیاد، تا اینجاها بود، همین چند تا برگش بود. اینه که گوشه گوشه این خونه رو ما پر گل و گیاه کردیم که اون همون حس طبیعت رو توش داشته باشه، حس زنده بودن رو داشته باشه. و خب گربه ها هم که نمیدونم، اونایی که گربه دارن میدونن اصلا حس زندگی به خونه میدن، ولی خب یه سختی خیلی بزرگ به خونه اضافه میکنن، اینه که راه میرن مو میریزن. حالا این مبل و صندلی ها رو میبینید که چیکار کردن. ولی خب قشنگ حضورشون، صداشون، آرامششون، چیزی که به اون میدن. اینجا هم جاییه که من میشینم معمولا فیلم میبینم، تنقلاتی میخورم، میشینم یوتیوب یه برنامه علمی میبینم، جاییه که شبا بیشتر میشینم تلویزیون میبینم. واقعیتش خونه قبلیمون ما اصلا تلویزیون نداشتیم، ولی اینجا حس کردم این دیوار سایزش یه جوری میشه یه تلویزیون بزرگ زد و راضیم از این انتخابم. یعنی تو تلویزیون الان میشنم، یوتیوب میبینم، خیلی برام جذابه. و اینم بگم که وقتی دیوارای خونه رو همه رو حذف کردیم، ناچارن تلویزیون جا شد اینجا. یعنی شما همه دیوارا رو که حذف کنی تازه میفهمی اه چقدر جا کمه دیگه، جا واسه تابلو نیست، واسه همه چی دیگه جاش مشخص میشه. یکی از حساسیت های من توی خونه راجع به سیم کشی بود و کلا هم سعی میکردیم که ویژوال کلاتر یا شلوغی تصویر توی خونه کم باشه. حالا بتونشون میدم چیکار میکنیم. مثلا اینجا سیم کشی رو، سیمایی که از تلویزیون رد شده رو توی این داکتا کردم و یه جوری این داکتا رو رنگ دیوار انتخاب کردم که بهش اذیت نکنه، مثلا داره تلویزیون نگاه میکنه حواست پرت نشه. اصطلاحش توی انگلیسی بودش ویژوال کلاتر یا شلوغی چشمی، که تو جای جای خونه مثلا یه جای یه دونه چیز تزئینی بودش که اونجا دم در هستش، شلوغیاش و اینا رو تا جایی که میشد کم کرد. این قسمت هم این وسط جدا کردیم به خاطر اینکه این هال سایزش بزرگ بود، کاربری یه تیکه ازش میخواستی بگیری این وسط چیزی نمیشد استفاده خاصی بکنی، برای همین جدا کردیم. این کنسول رو اینجا قرار دادیم برای ظرفا و کتابا و این صندلی رو گذاشتیم که تلویزیون نزدیکتر باشیم. این قسمت هم که شاید قبلا کسایی که منو میشناختن من اینجا دیده باشن، این زیر پله‌ای هست که من میشینم کار میکنم. تابستون ها معمولا میام اینجا چون اونور آفتاب هستش خیلی گرمه و الان فعلا فصلی رفتم اونور، اون سمت خیلی دلبازه. حالا میریم با هم میبینیم. خب رسیدیم به آشپزخونه، قسمتی که خیلی دوستش دارم. این کابینت ها اصلا رنگش همون رنگیه که باید میشد تو این خونه، یعنی اون سبز اصلی که انتخاب کرده بودیم این رنگ بودش. یه چیزی هم بگم، اونجا که داشتم ویژوال کلاتر رو اون مرتب کردن رو میگفتم، الان ببین این قسمت مونده و این قراره یه داکت بزنم، هر روز میام میگم این داکت رو زودتر بزنم، که دیگه حالا نرسید به این مهمونی که شما اومدید. ولی این قسمت آشپزخونه، توضیح مختصری بدم، اصلا این تیکه که توش وایسادیم آشپزخونه نبوده، این تیکه یه دونه سرویس بهداشتی بوده. این دقیقا اینجا کنج دیوار آشپزخونه بوده، یعنی آشپزخونه اینجا بسته می‌شده و ادامه پیدا می‌کرده تا اون دیوار. ما اینا رو خراب کردیم، این جزیره رو اضافه کردیم، کابینت‌ها رو همه رو چسبوندیم به این دیوار، منظره‌شو داشته باشه، یعنی گازو گذاشتیم جلوش که
ویو به بیرون داشته باشه موقع آشپزی، و اینجا هم خیلی قشنگ میشه با این کرکره وقتی بخار و نور میفته تو آفتاب. این تیکه هود داشت و این هود رو ما کندیم چون بوی غذای ایرانی اصلا انقدر خاطره ساز و انقدر قشنگه که گفتیم تو خونه باشه، که البته راجع به ماهی اشتباه میکردم، الان باید در پنجره باز کنم بوی ماهی بره، و الان البته باید برنج بذارم. همینجوری که با هم صحبت میکنیم اصلا بیاید یه چیزی هم بهتون نشون بدم، بذار این چراغا رو روشن کنم که این زیر بهتر دیده بشه. این کوزه ها رو من توی یکی از ویدیوها یه خانمی که آشپزی میکرد دیدم، که یه خانم سنتی مازندرانی برنجش ریخته تو کوزه، خیلی خوشم اومد از این ایده و منم برنج ریختم توش، بعد چند تا حبه سیرم ریختم توی برنج، برنجم بوی اصلا شمال میده. این کوزه رو میری بو میکنی بوی سفال و برنج و سیر میده، خیلی بوی خوبیه. خلاصه اینکه این کارو بکنید، امتحان کنید، خیلی بوی خوبی ازش در میاد. حالا من برنجم بشورم. من خودم خیلی عاشق آشپزی ام، بعد انقدرم آشپزی شمالی کردم، این غذای شمالی دوست دارم، باقالی قاطق و ترشوهاش اینو دوست دارم درست کردم. بیشتر آدما به هم مسیج میدن که شما که شمالی، ولی خب در واقع مثلا شمالی نیستم، متولد تهرانم، مام بابام تهرانی ام، فقط یه مادر بزرگم تو لاهیجان به دنیا اومده، شاید اصلا اثر اونه که من انقدر آشپزی شمالی میکنم. بیاین اینور، من بهتون محیط نهارخوری، یعنی جایی که میز نهارخوری رو گذاشتم یا غذاخوری رو نشونتون بدم. این تیکه جاییه که غذا دور هم میخوریم، حالا اگه کسی دوستا باشن، و خب این میزه خیلی اولا بزرگ و سنگینه، ولی من خیلی دوستش دارم، خیلی فیت اینجا شده، نمای بیرون داره، خیلی حس زنده ای داره، و این شیشه ها هم رفلکت نیست، یعنی از بیرون یه جورایی ما داریم توی محیطی زندگی میکنیم که خیلی راحت ما رو میبینه. من خیلی حساس نیستم، این پرده ها معمولا بالاه، محیط کارم هم همین سمته، الان اینجا هستش که واقعا جای دلبازیه واسم، یعنی کار میکنم خسته نمیشم، یه ذره حواسم تو مانیتور، یه ذره بیرون منظره رو نگاه میکنم، بعضی موقع غروب رو میبینم، یعنی آسمون استانبول هم که واقعا زیباست، یعنی وقتی میشین تماشاش میکنین اصلا روحت تازه میشه. این تیکم یه سری قاب زدم که شبا خیلی خوشگل میشه، نور روش میفته. تو این کارا من اینو خیلی دوست دارم، یه آرتیست ژاپنی هست، یه طاووس سفید هستش توی این کار، کار آب رنگ و کار هنری من خیلی دوست دارم، ولی خب اینا میدونید که پوستره، یعنی خب کار اورجینال اینا قیمتش از این خونه احتمالا بیشتر. بذار من اینجا جای کارم هم بشینم ببینی چجوری میشه. میشینم اینجا با لپتاپ معمولا کار میکنم و خیلی محیط دلبازی داره. بعضی موقع من البته با این لپتاپ فقط کار نمیکنم، شاید بازی هم بکنم، شاید فیلم ببینم. قبلا البته یلدا بیشتر اینجا کار میکرد، من اونور بیشتر کار میکردم، ولی الان برای تنوع یه موقعی من اینجا کار میکنم، یه موقعی اونجا کار میکنم. اینجا من ذره بینا رو گذاشتم، از بچگی کلا ذره بین دوست داشتم، برای همین یه چند تا ذره بین گذاشتم. خب یه چیز باحالم بهتون نشون بدم، بیایید. این تصویر همون قسمت هست که با ذره‌بین تشکیل دادم، مخصوصا اگه شب این کارو بکنی نورای خونه خیلی قشنگ میفته. برنجمون هم چک کنیم قبل از اینکه خراب شه. بریم طبقه بالا، طبقه بالا رو هم ببینیم. این پله هم از اول بود، یعنی تو این ساختمون این پله بود که چوبی بود، بقیه واحدا رو که یکی دو تا واحد دیدیم پله‌های معمولی سنگی بود که خیلی هم من دوستش دارم چون چوبیه. دو تا خواب داره و یکی از خوبیای این خونه اینه که به جای 4 5 تا اتاق خواب دو تا خواب بزرگ و خوب در برده. این دیکه هم که پشت سرم می‌بینید قسمتیه که ماشین لباسشویی و انبار تو رو من خاک گربه ها رو اینجا گذاشتم با غذاشون، و این پاراوان هم گذاشتم که گربه ها راحت برن بیان و نمای خوبی داشته باشه. حالا بیاید این اتاق رو بهتون نشون بدم. اینجا اتاق خواب منه، این اتاق خواب خیلی هم از نظر سایزی برای اتاق خواب بزرگه، ولی من دوست دارم این دلبازیشو، و مثبت ترین نکتهش اینه که تخت جایی که قرار گرفته، این تخت روبروی بهترین ویو خونه است، یعنی وقتی صبح شما از روی تخت نشستی بلند میشی اولین چیزی که میبینی طبیعته. این طبیعت با هم ببینیم، این جایی که من اصلا میگم تکراری نمیشه، با اینکه این ویو رو هر روز صبح هم ببینی بازم این تصویر زیباست هر روز. این اتاق یکی از ویژگی‌های خوبش هم که تو خونه بود اینه که سقفش کوتاه نبود. خونه‌هایی که اتاق زیر شیروانی یا اتاق طبق آخر دارن سقفشون ارتفاعش کم، ولی اینجا سقفش
بلندتر از نرمال بود. من اینو خیلی دوست داشتم. بیاید بهتون تراس رو نشون بدم نزدیک. تو تایم تابستون فوق‌العاده است این میز واسه غذا خوردن، صبحونه خوردن، چای خوردن. و یه دونه سایبون هم اینجا هستش که الان نمیتونم بازش بکنم چون که باد زیاده. سایبون خیلی خوشگلیه. تکرار نمیشه هیچ وقت برام، مخصوصا اون سمت خیلی دوست دارم. اون سمت یه دونه استبل اسب هست، بعد تمرین که میکنن اسبا رو میشه از اینجا دید توی اون محیط چمن. اون خونه ها کلا فضاش خیلی قشنگه، هر روز صبح میشه ازش لذت برد. بیاین این برام بهتون نشون بدم. من اینجا باربیکیو رو گذاشتم که حالا کبابی چیزی درست میکنم. منظره اون برام خیلی قشنگه، یه جنگل هست. یه چیزی هم که اینجا اضافه کردم این چوبه بود. اینجا قسمت اسپلیت کولر گازی بود، ولی خب کولر گازی اون قسمتش به این چوبا نمیخورد، این چوب اضافه کردم. این کفم در واقع چوب نبود، ما این چوب اضافه کردیم که حس صمیمیت بیشتری بده. یه درخت انار کوچولو هم اینجا داریم. تو اساس کشی کلا شکستش، یعنی در واقع کسی که اساس کشی میکرد نمیتونست جا بده، اینو شکوندش، ولی یه شاخش دوباره گرفتش و این شد که میبینید. و انارش هم ببینید واقعی انار میده، خیلی بانمکه. انارای مینیاتوری میده که ولی انار. خب بیاید دیگه بقیه توی خونه رو با هم ببینیم. این تیکه اینا دوربینای منه، باشون آسمون رو نگاه میکنم شبایی که حالا خیلی سرد نباشه. اینجا خیلی آسمون تاریکی داره، کلا میشه آسمون رو با همین دوربینای دوچشمی رصد آماتوری داشت، خیلی لذت بخش برام. این جالباسیه که خیلی به نظرم خوشگل بود، گرفتمش. دو تا بیشتر جا نه ولی قشنگه. این کاپشنایی که تو فصل استفاده میکنم یا لباسایی که تو فصل استفاده میکنم اینجا. من بورد گیم زیاد بازی میکردم ایران، این نقشه رو اونجا برای بازی ریسک طراحی کردم و دادم روی چوب بزننش که بتونیم با دوستا تو سایز بزرگتری این بازی رو بکنیم، ولی خب اینجا فرصتش پیش نیومده هنوز چون بازی 7 8 نفره است و خب یه ذره سخت 7 8 نفر جمع کردن تو استانبول، مخصوصا اینکه خونه منم یک کوچولو مسیرش از مرکز استانبول دوره. سرویس بهداشتی داره واسه خودش این اتاق، اینجا جدا. حالا این سرویس بهداشتی همون شکلی که بود، فقط توشو تغییرات دادیم، یعنی دیوارشو خراب نکردیم. اما اون اتاق که میریم اونجا کلا سرویس بهداشتی رو تغییر دادیم، اونو با هم میبینیم. خب این اتاقم بیشتر برای اینه که مهمونا خانواده ها میان بتونن وسایلشون رو بذارن و این مبل رو اینجا گذاشتیم که اگه خواستن بتونن تختش بکنن. ما دوست داشتیم حموم بزرگ داشته باشیم، اون اتاق نمیشد، برای همین تو این اتاق این کارو کردیم. و یه ایده خیلی خوبی که به ذهنمون رسید این بودش که از این دیواری که میریم جلو اینجا پنجره بزنیم، یعنی کرکره رو باز میکنیم، نور از بیرون بگیریم، ویو به بیرون داشته باشه، که ایده قشنگی هم شد. حالا بیاید توش هم بهتون نشون میدم. اینجا در واقع تا این دیواری که اینجا یه ذره تو رفته تعریف شده بود برای این کار، ما این دیوار رو خراب کردیم آوردیم جلو که سایز بزرگتری بشه. برای اینجا وان در نظر گرفتیم، وانش هم سایزش بزرگه و یه ذره آب زیاد میگیره، شاید اگه دفعه بعد برم خونه بعدی وانه کوچیکتر در نظر بگیرم، ولی خوبه. و بقیه چیزا هم این سمت رو باید ببینیم که این کاغذ دیواری هم داستان خودش رو داره. الان بهتون میگم این کاغذ دیواری رو ما دوباره عوض کردیم چون که بد کار کردن کنده شد، ولی خب طرح دوم که طرح سبز و طبیعت بودش رو بیشتر از قبلی دوست داشتیم. در کل این فضای بزرگی که ایجاد کردیم دلچسب‌تر شد، ولی بازم من فکر میکنم اگر جا داشته باشه خونه دفعه بعد فضای دستشوی همون بازم بزرگتر میکنم، خیلی به نظرم دلچسبه، میشه توش وقت زیاد گذارون. یعنی بیای همون بکنی و مثلا بشینی لپتاپتو بذاری با این چوبا، من هنوز این چوبشو نخریدم، بشینی فیلم ببینی. نمیدونم به خونه من. این بچه ها رو هم سابسکرایب کنید، کاراشون عالیه، قصه ها رو دنبال کنید. خدافظ.